سلام من به تمام همیهنان عزیزم و تمام وطن پرستان واقعی. من امروز ویدیویی رو دیدم که قبلا متوجه نشده بودم، چون دوستان به هم اطلاع دادن. دیدم، تشکر از اون دوستان. داریوش که در کنسرتش چنین میگه: امروز خیلی سرم شلوغ بود ولی تحمل نبردم. بعد میگین چرا من دارم از خودم دفاع میکنم؟ آپریل 2025 دادگاه بنده با این آقای داریوش اقبالی هستش. این آقا روی استیج میره که فکر میکنه 18 متره که تو دادگاه 18 سانتم نیست، میره تو روی استیج و بعد اسم شاه و شیخ رو تو یک جمله میاره. بعد به من میگین چرا دارم از خودم دفاع میکنم؟ آپریل 2025 جوابش رو خواهیم داد. این آقا یک عمره که داره این صحبت ها رو میکنه، منتها من خیلی متاسفم برای مردم ایران که قهرمان هایی مثل این آدم ها رو برای خودشون درست میکنن. ذات اینا رو یک مقدار بعد بهتر میشناختین که حالا کم کم دارید میشناسین. بذاریم بگه. ما نه تاج بخواییم نه عمامه، همونجا مردم هوش کردن. ببینین این مرد کثیف نالایق در این موقعیت حساس پشتبان مجاهدین رو میکنه و حزب توده مرگ آرزو دارم برای یه همچه هنرمندی که محبوبش کردین و این مدت سر ملت و کلا گذاشته. حتی بیش کس هم نرسیده. باور کنیم 5 میلیون دلار در سال از دولت میگیره موادین کمک کنه. اوی بلا کجا میره؟ این یه خیانتکار به تمام معناست و هیچ موقع احتیاجش هم ترک نکرده. کسی که احتیاج داشته باشه ناموسش که میرفوشه، هیچی وطنش هم میرفوشه. این یه همچین شخصیه، یه همچین شخص نالایقیه. واقعا ما تو زندان اوین که بودیم، مجاهدی در بند سیمانی که انفرادی بود نزدیک هم بودیم، وقتی غذا می آوردم ما سه نفر بودیم می خوردیم، می گفت من تیکه های من مرغ مدت هاست نخوردم. ما مرغ نمیخوردیم، میدادیم به اون جوان که حسرت مرغ نشه. ما ایرانی هستیم، جز عشق وطن عشق مردم هدفی نداریم. ما سلطنت طلبا چنین حمایتی میکنیم، حتی لقمه دهنمون هم دادیم بهشون، ولی اونا الان چیکار میکنن؟ در این موقعیت حساس چنین حرفایی واقعا شرم‌آور و خجالت آوره. من از مردم میخوام
به هر نوعیش که شده داروش رو حذف کنین، از تلویزیون ها میخوام پخشش نکنین و این عنکبوت لجن رو از جامعه دور کنین. این یه فسیل جامعه است و عقده کشتتش به خاطر که دست کدا داره، پای کچه کوله داره، عرار هم چاق شده، اصلا با پولای مردم چیکار کنه که نمیتونه بخونه. این عقده است چون وجود نداره، نه قیافه داره، نه ایکل داره، نه منتالی داره. خداوند یه صدا داده و این صداش ببینین چقدر افراد رو به اعتیاد کشونده. برادرش کش، بوجیخ کش، دختر بوجی نیکی رو کش، برو تا به بقیه. حتی کسی بود که گوگوش رو میخواست معتاد کنه به هروئین، این کوکائینی نیست، والا به خدا این یه هرونیه لجن بیشتر نیست. و وطن فروش بی لایق، جز این همه ما سعی کردیم حمایتش کنیم در همین جا که بابا اشتباهی کرد از زندان درش بود. اون موقع در ایران چه قفاله که باید از زندان در بیاریم؟ و دم پرویز ثابتی گرم که اینو انداخت تو زندان، چون میدونست کثیفه، چه لجنی رو انداخت تو زندان. و ما دویدیم و درش آوردیم، آخرشم دیدیم چه بلاهایی سر اون آورده و چه خسارتهایی هم به ما زده. من چون من یه ایرانی هم و عشق ایرانم و هموطنانم چیز دیگه ندارم و حقیقت رو میگم، ولی این ملت داروش رو برای همیشه تو قلبتون بکشید، چون بی لایق ترین فرد انسانی با محبوبیتش میاد جلو، اینور اونور شروع میکنه، ولی به نفع مجاهدین حرف میزنه. دومین کسم که به امریکا رسید لیلا فروهره که توسط مجاهدین اومد پاریس و هم مجاهدین اومد این بر. در باره لیلا هم صحبت خواهم کرد، ولی این روز واقعا من دگرگون شدم و واقعا مردم هرچی از دهنشون در اومده بهش دارم میگن حقشه. والا ملت اگرم مرد رو سنگ خاکشم آب نریزیم، هرکی بشاشیم. اینا اخومنی بدترن، اینا لجنترن. باری چی بگم، اینا اموزیک و احساس ملت ما سو استفاده کردن و با دروغ به جامعه چی میگن. ملتی که فدا شد، ملتی که خیانتهای مجاهدین دید، ملتی که سربازهای جوانش زیر تیرباران اعدام شد، مردم دارن میمیرن، مردم بین رفتن، ایشون میاد دم از مجاهدی میزنه. آو لعنت بر تو داریش، لعنت بر اون حزب توده که یکی افرادش پدر بی ناموس تو بوده. ولی ملت هوشیار باشین، این چنین نخواهد بود و اون چنین نیست. روزگار مثل کف سفید نشون میده
ما اومدیم برای نجات ملتمون، نجات وطنمون، خاکبومون داریم می جنگیم و این لجنا چنین میان از عشقشون به روح شوخی صحبت. شما فکر لجن با لجن چه تفاوتی داره؟ همه شون پوفیوز های جامعه، برین سخنان شاهزاده ما رو گوش کنیم. ققنوس فقط یه پروژه نیست، ققنوس یک فلسفه است، ققنوس باور در آینده بهتره، ولی ضمناً کار مشترکه و تقسیم کار داره است. سخنان مردم رو گوش کنیم ببینیم. و همه امروز باز نفر اول رفت کوفته تبریزی شد، همه تو کوفته تبریزی خواهی شد، اینو نخواهیم ببینیم و نمیخواهیم بفهمیم. خواهی شد نوبت حافظ اسد، نوبت آدم های دیوس خامنه و ایکس ایگره. زنده باد شاهزاده پهلوی ما و پرنسس یاسمین ما، زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی لعنتی و حزب توده، جاوید باد، پرچم شیر خورشید ایران.